از طفولیت از زمانی که پدرم هنوز در قید حیات بود من علاقه به اسب پیدا کردم. پدرم از 4 سالگی به من سواری یاد داد. نه فقط من سوارکاری یاد داد بلکه اسب برام خرید و به تنهایی سواری شدم. بعد از فوت پدرم که 6 سال داشتم وقتی فوت کردن، چندین سال به فعالیت آموزش ورزش های سواری پرداختم و تا زمانی که ازدواج کردم، با ازدواجم با یکی از افراد بختیاری که به ارثی اسب اصیل از پدر برده بود، یک تغییر روش پیدا شد و عشقی بستم به اسبی که سایرین بهش میگن عرب ولی ما ایرانی ها بهش میگیم تازی. تصور کردم با توجه به اینکه این اسب اصیل یکی از ارثیای این کشوره و یکی از سنت های منطقه خوزستانه، روی این تا اندازه کار بکنم که به جایی برسه و به درد این کشور بخوره. و با دوایر مختلف خارج از کشور مکاتبه کردیم، به اونجا رسیدیم که میدونست فهمیدیم که یه سازمانی هست به اسم سازمان بین المللی اسب عرب و مکاتبه با اونا و بازرسی اسب اصیل عرب ایران را به سمت بین المللی بکنیم. تا زمانی که انقلاب شد تقریبا یک سال و نیم نزدیکای تهران در پونک تو باقی یکی از آشناها که محل برای اسبم بود زندگی کردم و اونجا درس انگلیسی میدادم و بالاخره روزمره میگذشت، چه برای خودم چه برای اسبم. موقع انقلاب و جنگ عراق که شروع شد، خب اسب یه چیز ناچیزی بود در برابر تمام مسائل دیگه، با وجود اینکه در همون زمان 11 تا اسب از طریق دولتی صادر کردیم به خارج، ولی در اون موقع این قضیه نظر نگرفت. بعد از این مدت دیدم که زندگی برای من توی شهر مقدور نیست و برای یه مدتی عین تقریبا کوریا از کار برداشتم و از یک جا به یک جا رفتم. یه مدتی بم بودم، نزدیکای بم پیش آمدهایی شد که اونجا نتونستم بمونم. بعد رفتم طرف همدان، اونجا باز زمستاناش طولانی بود و بعدش مناسب نبود. بعد آمدم رفتم طرف ساوه، جایی رو پیدا کردم، میخواستم اونجا را خریداری کنم ولی خب اعتبار کافی نداشتم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که اگر خدمتی هم میخوام به این اسب بکنم باید نزدیک تهران باشم که بتونم سمت بین المللی اینا را موجباتش رو نگر دارم که بشه حفظ کرد. روزی که رسیدیم در همین محلی که فیرم دارم، حالا گذشته که قیمتش مناسب بود، ولی چرخیدم دور خودم و نگاه کردم، گفتم اینجا رو میخوام چون اینجا منظره و دورنمای خوب داره. همینطوری که الانم ملاحظه میکنین دیواری نداره، چون از نظر من که همیشه بیرون زندگی کردم یکی از مزایای بزرگ این کشور وسعتهای وسیع و دید دور، از دور آدم سایه کوه میبینه و یه احساسی میکنه که واقعا دل باز میکنه، دید باز میکنه و امکان پذیر نیست اگر روزی اینجا اجبار داشته باشم دیوار بزنم اینجا بمونم، 100% میرم یه جای دیگه پیدا میکنم و اونجاش مشغول کار میشم، البته اگر عمری باقی باشه. بله ما جون سنگینا رو امروز دادیم. صبح میخوردی؟ بله خب برو، من الان میام داروها تو این قفص سرزن میایم. Thank you.
مسئله اسب اصیل روی هم رفته یه مطلبه، مسئله اسبایی که خود من دارم یا در این شرکت هست صحبت دیگری است. اینها تقریبا میشه گفت یک به یک میشناسمشون. برای اونایی که با اسب کار نکردن عجیبی کردن به یه اسب رو میشناسم، ولی هر یکی برای من شخصیت مجزایی داره و هر وقت به فکر بیفتم که فرضاً اگر من نباشم اینجا منحل بشه و اینا فروش برن و بعد کی اینا رو بخره و چه رفتاری باشون بشه و آیا اینا نسل یعنی نژاد خالص نگهداری خواهند شد یا نه بعد از این همه زحمت که اینجا برسن، واقعا بگم یه مقدار دردناکه. به همین دلیلم اون اسبایی که شخصا داشتم به سه قسمت کردم و در حال حاضر یک شرکت اینجا هست، یه شرکتی با آقای دکتر رضا مافی شروع کردم و یه شرکت سومی. امیدوارم اقلا یکی از این افراد و یکی از این سه شرکت بعد از من حتما ادامه کار بدن. در این که این محل و این منطقه وجود داشته باشه اون نمیدونم، ولی محل و منطقه مهم نیست، موجود بودن اسبا و نگهداری و صاحب داشتن اونا مهم نیست. باید بگم که در اوایل من حاکم بر اسبا بودم و من بودم که تصمیم میگرفتم چه بکنم یا نکنم، ولی در حال حاضر به اون اندازه گرفتار شدم که اسب است که به من حکومت میکنه و من تعلق به اسبا دارم نه آنها به من. البته اگر اسب تعلق به من داشت ممکن بود که یه جایی خسته میشدم و ول میکردم، و الان احساس میکنم که یه کاری رو شروع کردم که مدیون هستم اینه به اتمام برسونم، یعنی به این معنا که اسب خوزستان را تماما رسیدگی بشن و کتاب انجمن ملی تشکیل بشه و تمام امکانات به کار بره که به سطح قبولی سازمان بین‌المللی برسن. تلف شد و کره چند ساعته ای رو برای ما گذاشت. این کره الان تو منزل من زندگی میکنه و دو ساعت به دو ساعت میبایست تغذیه بشه که منجر به این میشه که دو ساعت به دو ساعت خواب به هم بخوره تا این کره شیر بخوره. حالا موندن این کره البته یه ارزش مادی داره، ولی اون نیست که با این انگیزه رو میده که حتما باید به این رسید. این خودش نماینده یه چیزی است که کم داریم و وظیفه داریم سعی کنیم اینه زنده نگه داریم. در باره شخصیت اسب، اسب مثل انسانه و هر یک شخصیت متفاوتی داره. بعضی اسبا خوش اخلاقن و ارتباط به انسان رو میپذیرن، بعضی ها بد اخلاق نیستن ولی اگر فرد طرفشون بره بی اهمیتن. بعضی اسبا بد اخلاقن و یا عمدن حمله میکنن یا اگر نزدیک بشین با گاز میگن یا لگد میزن. البته تو اسب عرب این کمتر پیدا میشه، ولی چیزی که جالبه اینه که این اخلاق ها ارثی هستن. در نتیجه در پرورش اسب میباید توجه به این بشه که اگر یه اسب سیلمیه یا مادیونی بد اخلاقه یا استفاده نشه برای پرورش یا سعی بشه با اسب خوش اخلاق تری جفتگی بشه که کره اخلاقای بد رو نداشته باشه. فرزن در این مرکزی پرورش خودمون ما دو تا سیلمی داریم که بیشتر ازشون الان کره میگیریم. یکیش مبارکه، مبارک خودش اسب شوخیه و کره هاش
پررو‌اند، با انسان زود نزدیک میشن و ترس ندارن. یک اسب دیگه داریم سمرقند، این اسب خیلی پر اطمینانیه، خیلی خونسرده، کره‌های اون هم نیز با آدم دوست میشن و آشنا میشن، ولی اون کجوری کره‌های مبارک رو ندارن و سعی نمی‌کنن یا آدم رو هل بدن یا اینی که زیادی پررویی بکنن. سابق یه سیلمی داشتیم که ترسو بود، هران بعد از چهار نسل تولیدای اون اسب هنوز ترسو هستن و این مسئله به این نتیجه ما رو رسونده که باید متوجه اخلاق سیلمی بود که این در گره ها اگر اخلاق بدی هست داده نشه. مرکز خیلی ناچیز و کوچیکیه و میبایست فقط کار ما دور اسب خودمون باشه. با توجه به اینکه من مشاور اسب اصیل و پرورش اسب اصیل برای انجمن ملی تربیت بدنی، مسئول جمع‌آوری و تنظیم تبرنامه بین المللی هستم و اخیراً از سال گذشته شروع به تنظیم یک تبرنامه ملی هستیم به امید اینی که بعد از نگرداشتن آمار درست و کنترل صحیح پرورش و تولید، بعد از چندین سال سازمان بین‌المللی بتونه این اسباب نیز قبول کنه. برای خیلی ها به نظر میاد که زندگی اینجا کردن به طریقی که من میکنم که خیلی تقریبا میشه گفت زندگی اولیه است، مشکل باشه، ولی عشقی که به اینا دارم و اون جوابی که اونها میدن جای خیلی چیزا رو میگیره. فرض کن در استبل ما اسب بد اخلاق ما نداریم، دلیلش اینه که باشون رفتار خوب میکنیم. البته اسب اصیل برای نجابت معروف هم هست و عمده دارنده های اسب اصیل به دو چیزش افتخار میکنن، یکی نجابتش یکی هوشش. ولیکن غیر از اون یکی از چیزهای خیلی جالبه این نژاد اصیل اینه که اونایی که این اسب نگهداری میکنن بین توایفی که اسب اصیل نگر میدارن، این اسب یک ریشه تقریبا مذهبی داره. سفارشاتی که حضرت پیغمبر درباره این اسب کرد، درباره مادیان در واقع، طوری ترجمه شد یا گرفته شد که این اسب جزء خانواده است و حرمتش واجبه. در نتیجه خیلی از افرادی که اسب دار هستند این اسب به عنوان سنت و آبروی خانواده و حتی ناموس خانواده نگه می‌دارند. این البته قابل فهم برای غرب نیست، ولی این حقیقتی است و این عشق جای خیلی چیزایی می‌گیره. این اسب انقدر سفارشات درباره شده که خورد خورد کار میکنه و خورد خورد انسان اینا را قبول میکنه و من فکر نمیکنم که تا نفس آخر بتونم این اسب رو ول کنم، هرچند به دفعات پیش خودم فکر میکنم که با سنی که من الان دارم و سالهایی که رو این صرف کردم به جایی نرسیدم، قاعدتا به جایی هم نخواهم رسید.